گفتیم حالا بحث رو ریورس و فلکس و چند تا مثال هم پیاده کردیم، درسته؟ بریم با جاستیفای کانتنت ها آشنا بشیم، حالا هم با رپش هم کالمنش. کلن من اینا رو پاک میکنم چون میخوام مثال جدید بزنم و هر چی هم تو این قسمت ها هستش پاک میکنم، کاری ندارم باش. میام اصطلاحا تو سیکشن قرار میدم، میتونم یو ال ال استفاده کنم. خیلی هم میپرسن واسه چی یو ال ال نمیذاری، من یو ال ال هستم. مثلا باشه 1 2 3 4 و مثلا 5. خب بیاید اینجا مثلا برمیگرد اینکه سیکشن کلاس آیتم مثلا بیت ست هست 100% و دیگه من چی میگن ایمپورت هم بکنم، چون بخوایی مثال بزنیم ایمپورت بکنم ریبوت رو هیت دوتوه. همین میام اینجا سیکشن کلاس آیتم یه چی بود این؟ UL میام میگم UL شما لید ست بشه 100% و در واقع لیست استایل بشه نان و بگیران هم میگی بینیم چی بینیم وضعیت چیه و همین به این شکل میبینید. خب و این ریبوت هم یادم نمیاد چی بوده اصلا، اصلا میگم نداره خوبه. من استارم در واقع مارجین و پدینگ رو صفر نکردیم. خب و و به این شکل ویتس و حالا لیست استایل و مقادری که اینجا وجود داره. بیایم به UL، حالا LIمون رو هم میتونیم بیایم اینجا سیکشن کلاس آیتم UL و مقدار LI. شما میتونید با دیسپلی فلوت بیاید که رو هم میگه بشید ببخشید با فلوت یا دیسپلی این لاین، درسته؟ من برمیگردم میگم تو ویتس بیاد به طور مثال بشه 200 پیکسل و هیت هم نمیخوام، یا بگران کالر مثلا قرمز هم بگیر. خب این هم این شکل هیت هم ندم بگیر، هیت با توجه به حالا میتونه هیت هم بگیر، هیت مثلا چه بودن مثلا 5 بکس به این شکل. میتونی حالا با فلوت بیا اینا که نمیگه بچینی با دیسپلی یا یو ال پدرشه، من میگم میگه دیسپلیت فلکس کنار هم دیگه و برمیگرد میگه مارجینه مثلا لفت تا بشه 10 پیکسل از هم فاصله بگیر. قشنگ همینا رو میتونی بشه اعمال بکنی، چیز چیز نداره. حالا تکست لاین مثلا سنتر هم داری، لاین هیت هم مثلا 50 پیکسل رو داری، چه میدونم فونت فامیلی کمیک رو هم داری، پدر در واقع به این علایه بده و که به فرزندش بده، فونت سایزش هم مثلا میشه چه میدونم 16 پیکسل هم همشه زیگه همه رو داره. لاین هیتش رو زیاد دادم، چرا؟ چون پدرش حالا میتونی کمتر بدیم یاد اینجا یا ده یه مارجین داره، باید مارجینش رو بشینیم حساب کنیم به دست بیاریم، باید حوصله‌اش نیست بس این تایم نیست این وسط یه چیزهایی داره اتفاق میفته. یوله UL یعنی یه مارجین رو هم براش صرف رو کنیم. خب بهتر شد و LIمون مارجین لفت داره و این H1مون هم اگر ببینید، اگر روی H1 بیاید میبینید که 29 خورده بالا مارجین داره، 29 خورده اینجا با این ریبوت هم انگار اعمال نشد، نمیدونم چرا حالا ریبوت هم رو اعمال نکرد. گرچه تو ریبوت هم من استار دادم مارجین پدینگ رو تازه این کنترل فرض کش کردم. خب فیلم داریم بگید خواهش نمیشه رو هم مقدار 5 بدید الان درست کار میکنه. مارجین لفتتون رو هم
چون اون ور گذاشتی ریپورتنت کنید که بگیر. خب یعنی به این شکل حالا کار نداره. دیسپلی این رو حالا من اومدم اینجا چیکار کردم؟ کردم فلکس، درسته؟ فلکس در واقع دایرکشن رو میام میکنم رو ریورس یا پچاخ از این بر یا کالم. اگه بکنیدش کالم چی میشه؟ سوتونی به این شکل. خب ویتسش رو میبینید یا در واقع اون به اون سمت قرارش بده، رو ریورس رو در واقع میتونید قرار بدید. خب و در واقع فلکس چی داریم؟ رپ یا بگو نو رپ، نشکن کنار هم دیگه. خب طبیعتا اگه نشکنه چه اتفاقی میفته؟ دیگه از یه جایی به بعد شروع میکنه جمع شد. خب خوب نیست دیگه. اگه برگردم بگم بشکن در واقع میشه رپ، کدومش بیشتر استفاده میشه؟ این بشکنه رو بیشتر ازش استفاده بکن. حالا خودت هم بعدم میفهم چرا، بعدم میفهم. مثلا اینه من یه 5 پیکسل میذارم یه دوتا ریپورتنت هم بکن چون رو بر ما قرش دادیم به این شکل رو باید رب شد شکست. خب حالا من این رو به این شکل دارمش و رب رو اینا رو ما میتونیم خلاصه استفاده بکنیم. یه دستور دیگه داره به نام فلکس فلو. این مقدار فلو که اینجا دارید می‌بینید. برگردم بگم که مثلا رو ریورس، رو کالم، کالم ریورس، رپ نو رپ در واقع مقدار نو رپ. من میتونم اینجا برگردم بگم مثلا رو، حالا رو ریورس نباشه و نو رپ. خب به این شکل دوستم ندارم یا میگم رپ بشه. ممکنه مثلا این برنامه دارید کار میکنید ببینید این شکلی داره استفاده میکنه، یعنی در واقع فلکس فلو استفاده کنیم. این هم بحث فلکس فلو. بریم سراغ جاستیفای کانتنت. بحث کانتنت اینا چیه که به شدت هم استفاده میشه؟ من اینو کمش میکنم مثل چهار تا یه دونه کم کنم خوبه و هیتش ویتسش رو هم 150 بکنیم بدک نمیشه. خب کنید و کشکتر بشه. بریم تو فیلم بعدی بحث های کانتنت رو استفاده بکنیم که توی فلکس استفاده